غزل عزیز از شیراز روی خط هستن. سلام می کنم به غزل، بفرمایید. غزل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. سلام می کنم خدمت مجری محترم برنامه خواهر حشمت و مهمان گرامی برادر بزرگ و برادر حبیب. غزل هستم از شیراز، از پایتخت شورش. خیلی خوشحالم که در 26مین گلریزان همیاری با سیمای آزادی با شما تماس گرفتم. ضمناً پیشاپیش فرا رسیدن 30 دی سالروز آزادی بزرگمرد تاریخ ایران برادر مسعود و سردار موسی خیابانی و اشرف شهیدان را تبریک میگم. سیمای آزادی صدای معلمان و کارگران زحمتکشیه که هر روز شاهد تجمعاتشون هستیم. دیروز تجمع بزرگ معلمین بود که خبرنگاران سیمای آزادی اخبارش را انعکاس میدادن. سیمای آزادی صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان میرسونه. صدای کشاورزان و مردم تشنه خوزستان و اصفهان که خبر اعتراضاتشون رو به گوش دنیا رسوندن. سیمای آزادی صدای زندانیان سیاسیه که در زندانهای قرون وسطایی آخوندا مقاومت و ایستادگی میکنن. سیمای آزادی صدای کانونهای شورشیه که ادامه دهنده راه 120 هزار شهید آزادی هستن. اونا که جونشون رو کف دستشون گرفتن و به دل تاریکی ها میزنن تا نور امید رو به دل مردم بیارن. سیمای آزادی صدای رنج دیده زنان میهنم هست که در زیر سم رژیم آخوندی قرار دارن. اما ما زنان الگویی مثل خواهر مریم و الگوهایی مثل خواهران مجاهد داریم. به قول خواهر مریم، میتوان و باید جلوی این آخوندا ایستاد. برادر مسعود گفتن تا وقتی در دنیا حتی یک مجاهد بازگشت ناپذیر باقی باشه، کارزار سرنگونی ادامه داره. ما کانونهای شورشی سوگند خوردیم که بند از بند این رژیم بگذاریم. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. من کانون شورشی جان برکف برای آزادی ایران حاضر، حاضر، حاضر. مبلغ ناچیزی هم کمک مالی میکنم، ولی میخوام اجازه بگیرم این مبلغ رو نزد خودم نگه دارم تا هزینه فعالیتام کنم، البته با اجازه شما. به خدا میسپارمتون. درود بر همه شما. درود بر غزل عزیز. بله، درود بر خواهر غزل عزیز، خواهر شجاع از خطه شهر شورشی شیراز، که واقعا کلمات، تک تک کلماتشون پیام آتشین، خطاب به دشمنان بود و دلگرم کننده برای سیمای آزادی و کل مقاومت ایران. درود بر شما.